درود مجدد خدمت هموطنان، دنباله کلیپ قبلی هست. تا اینجا اومدیم که اینا بره واردات، تا سنگ قبل وارد میکنند، تخم مرغ وارد میکنند و ما میدونیم که صنایع غذای چین از بدترین کیفیت در دنیا برخورداره، مسمومه، اسباب بازیش اکثرا مسمومه و خیلی مسائل دیگه. بابا بیایی میرزید دریا طلبکارید، پولتون نمیدن، اما به ملت این ملت چه گناهی کردند؟ سنگ قبل میفشید پولش میبرید، دستون درد نکنه، سنگ قبل وارد میکنید، اونجا پولش حساب میکنید، پورسانتو اونجا میگیرید. کسی که از سنگ قبل پول در بیاره واسه اون قبر هم خوب هست. یعنی به این خفت خاری افتادید؟ این همه کاسه های به این بزرگی خورد سیر نشدید، به تای کاسه لیسی افتادید؟ این ملت چه بایی در حق شما کرده؟ تا انگشتر دست نداد، تا گوشوی دست نداد، تا حلقه ازدواج نداد، چه کار که نکرد؟ تا ده گیر بنش تو خونهش بره جنگ نداد، چه کار که نکرد؟ این حق این ملت نه، این خفت و خواری شما هست. الان مثلا برفرض میگن تولید داخلی، ما چند تا کارخونه تو ایران ساختن، از سیستان مرستان یاد و ساختن تا شرکت های بزرگ مشهد امثال فارسیکو و امثال هم و تهران. ما یکی از کارخونه تولید کننده تلویزیون پارس در ایران بودیم، گراندیک، همه رو بستن، بله رو بستن، بلموند رو بستن، همه تولید کننده بودیم، چون بتونن وارد کنند، بتونن وارد کمیسیون پورسانتش رو بگیرن. الان چرا این کولبرا رو میکشند؟ چون منافعی برای اون نداره، اما اگه همین رو برن وارد بکنند منافع داره، برای همین میکشند. غیر از هیچ چی دیگه نیست، خیلی ساده بهتون بگم. خودشون وارد کنند، بنادر دارن، بندر دارن، منطقه آزاد دارن، همه کار بکنند، چرا کولبرا باید وارد بکنه؟ چرا منافع اینا به خطر بیفته؟ یعنی چشم دیدن همین یه ذره کالا برای خودشون ندارن، برای همین کولبرا میکشن، چون منافع را آقای نداره. هم میکروفون جلو آقای نه صحبت میکنن، هم میکروفون، هم وسایل، همینا همه از بهترین مارکای دنیا میاد. با یک تو ایران کارخونه ساختن، زحمت کشیدن، همه ورشکست، همه تو زندان هستن یا فرار کردن یا از دست طلبکارا فراری هستن. هیچی اصلا داخلی استفاده نمیکنن خودشون. رطب خورده چطور من رطب کنه؟ شما که تا زیر پوش و زیر لباس زیر تو خارجی هست، کفش و فلان تو خارجی هست، چطور میگید نه نکنید؟ بره ملت بدبخت از چین میارید، لباس میارید، همه چی از چین میارید، تمام صنایع داخلی نابود کردید. وقتی صنایع داخلی با بهره 13% 14% وامش میدادید که حالا دیگه نمیدید، چطور با چینی که بهره بانکیش 2.5% 3% رقابت کنه؟ خب این همه میفهمه که نمیتونه رقابت کنه، باید نابود بشه. مؤدبانه نابودش میکنید، بدهکارش هم میکنید، طلبکارش هم میشید، اونا فکر میکنه خودش نتو عرضه نداشته، ولی اینطور نیست. در تمام دنیا صنایع دوستان اینطوری است که این همش فکر داره، یه طرحی داره، فکرش رو ارائه میده، دولت موظف تمام هزینه ها اینو بده، حقوق هم بهش بده تا این فکرش اجرایی بکنه، براش کارخونه میخره، دستگاه میخره، زمین میخره، ساختمون میسازه، همه کار در اختیار آقا قرار میده، ماشین راه اندازش قرار میده که از فکر استفاده بشه. در ایران ما تولید کننده هم تولید کننده است، هم فکر آوره، هم سرمایه گذاره، هم ساختمون سازه، هم کار بانکی، همه که وکیل، همه کار خودش باید بکنه. چقدر انرژی داره، چقدر توان داره؟ پس عمدی پشت قصه است که بارها گفتم. الان مثلا سنگ آهن صادر میکنند با پول و هزینه ملت ایران، از دولت حقوق میدن، سوختش رو مصرف میکنن، صادر میکنن، پولش از دوری بر نمیگرده. توی هموطن منی که ادعای مسلمونیت میشه، که مسلمونم هستی، آیا باید در قبال سکوت بکنی؟ حق تو داره میره، حق ملت داره میره، حتی حق اکثر شما داره میره، حق زن بچه تو داره میره، حق شوهر و پی بچه تو داره میره. خانم میدوزن، میبرن پولش از شما، میگیرن درآمد چجا رو خودشون میرن قایم میکنند، خوردشون هم نمیشه، نه خود خوری نه کس دهی، گنده کنی به سگ دهی. همه اینا به کشور انگلیس و روسیه و آمریکای جاها خواهد رسید، شک نکن در این قصه، شک هم نداریم. اما شما که همراهی میکنید در تک تک جنایت و دزدی اینا شریکید، سکوت میکنید، سکوت شما شما رو شریک جرم میکنه، چه بخواهید چه نخواهید، دست شما نیست، سکوت شما تأییدی است بر کارهای اونها. سکوت شما یعنی اینکه شما برو بکن به من عروس چشام رو هم میذارم، ان شاءالله که گربه است، نخ گربه نیست، واقعیتی که دارم خدمت عرض میکنم. محمدی اینا رو میگه در تاریخ بمونه، نه که میگه که الان یکی خوش میباز، نه واقعیت رو دارم خدمت عرض میکنم، چون منافع واسه خودم تعریف کردم راحت دارم.
الان رفتن حدود با 2 میلیارد و خورده دلار در چند سال اخیر چیز آوردن، وسایل سرکوب مردم آوردن. جالبه که 90% از کار افتاده، چون اینا باید هر 2-3 ماه رو آپدیت بشه، سیستماش به روز بشه، فلان بشه، ماهواره کنترل کنه. خیلی جالبه. حالا ناراحتن که در سیستم سرکوب که مردم آوردن کار نمیکنه. خب باید هم نکنه. تو 2 میلیارد دلار 3 میلیارد دلار از تجهیزات شوکر اینا وارد کشور کردی. ملتی که به تو حقوق میده، زندگی شما از این ملته، تو سرش بزنید. چاه مکن بره کسی، اول خودت، دوم کسی. من همیشه خدا یادمه در دوران ابتدایی و دبیرستان، موقع دبیرستان 6 کلاسی بود، همیشه دوران ابتدایی یادمه هر که تسمه و ترکه یا شلاق میورد بره معلم بچه رو بزنه، اول خودش میخورد. نمیدونم چرا، یه قاعده است و خودتون خواهی خورد. نکنید، برگردید به یکی بشید، برگردید دامن ملت. نیروی نظامی هم خوب فهمیده، بچه بسیج هم خیلی ها برگشتن، مخصوصا حرفای امسال عید خامنه‌ای خیلی 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 اینقدر چیز بود که اصلا خندهشون گرفته بود. همون دورانش اصلا خندهشون گرفته بود. آزادترین کشور دنیا، انتخاباتش اینجوری دیگه نگو، دیگه بس کن. البته خوبه گفته، اینا خیلی خوبه، هر چی بیشتر میگی بیشتر ریزش میکنن دور بر شما. اما یک مسئله میخوام براتون تعریف کنم و کلیپ رو جمعش کنم. الان آمریکا مدتی است به اروپا کلنجار سر جریان برجام. خب دوستان، یه داستانی داریم ما به نام بلدرچین و برزگر، در کتاب توم سوم دبستان قدیم بود، نمیدونم الانم هست یا نه. یک مزرعه‌ای بود، یه بلدرچین در اونجا چیز داشت، لونه داشت، 3-4 تا بچه هم داشت. و بعد صبح که می‌خواستن پدر مادر برن دنبال غذا رو بچه‌هاشون بیارن، به بچه‌هاشون می‌سپردن حواستون دور بر باشه، یه خبری شد به ما خبر بدین. یه شب اومدن دیدن بچه‌هاش ناراحتن، گفتن چیه؟ گفت هیچ، امروز برزگر با پسرش اومده بودن، گفت برو دوستامونو جمع کن که مزرعه رو فردا درو کنیم. گفت هیچ اتفاقی نمی‌افته، ما دنبال جا هستیم فلان، هیچ اتفاقی نمی‌افته. 2-3 روز گذشت، باز یه روز اومدن بچه‌هاش ناراحتن، گفت چی شده؟ گفت برزگر اومده بود و گفتش که دوستا نیومدن، نامرده، برو فامیلا رو جمع کن بیایم و مزرعه رو درو کنیم. گفت هیچ اتفاقی نمیفته، دنبال جا هستیم، به زودی پیدا میکنیم. یه هفته گذشت، اومد دیدن بچه‌ها ناراحت، گفتن چیه؟ گفت چه، برزگر با پسرش خیلی ناراحت بودن، خیلی ناراحت بودن. گفت چی گفت؟ گفت پسر، نه فامیل به داد ما رسید، نه دوست به دست، فردا خودمون درو میکنیم. گفت دیگه جای ما اینجا نیست، باید بریم. و فردا اسباب کشی کردن و رفتن. اونا زحمت رو خودشون میکشن، آقای ترامپ به خاطر منافع خودش، منافع اروپا، روسیه به خاطر منافع خودش، اینها باید کشور رو آزاد و آباد بشه تا نجات پیدا کنند. راه نجات اروپا و آمریکا از ایرانه. الان فرانسه کم کم اختشاش شروع شده، درگیری ها شروع شده، حقوقا نمیتونن بدن، پول ندارن و الی آخر. کم کم به تمام اروپا سرایت میکنن اگر نجنبن. دستشون درد نکنه، کمک کنن. آقای جان بولتون اومده دستش درد نکنه، کمک کنه. اما ما باید خودمون هم اقدام بکنیم. ما باید به امیدونا نشینیم. اونا میگن، شکم نیست، اما اونا چارچوبای ضوابط اداریشون دارن، قوانینشون دارن، شل کنن، سیف کنن، بالا کنن، پایین کنن. اما ما دانشجوهای کشور داریم، کارمندا هستن، کشاورزا هستن، همه هستن. احتسابا شروع میکنیم، شروع هم کردیم دیگه. بعد از این بساب بقول مرد خیلی پرشورتر خواهد شد، تصاعدی رشد خواهد کرد. ما باید خودم جامعه جانی تحمیل کنیم، کمک کنیم، این قضیه تصریح کنیم در این کار. افسار دست خودمونه، انان دست خودمونه. یه رهبرم داریم در دنیا بی نظیر و کم نظیره، هیچ نقطه ضعفی تو زندگیش نداره. خیلی سعی میکنم به چسب، نمیشه. دریا با این حرفا نجس نمیشه، پاکتر از این حرف هاست، مدیرتر از این حرف هاست. یعنی توی دنیا ما کسی نداره که 40 سال سابقه کار سیاسی داشته باشه که الان در یک سمتی باشه، غیر از کسینجر که اون دیگه آخر عمرشه. خب پس وقتی که اینقدر نعمت خداوند ما داد، اینقدر امکانات به اون هست، خودم حرکت کنیم. ما اونا رو هول بدیم، ما آمریکا رو هول بدیم، ما اروپا رو هول بدیم که نشینن تا چنده بشه، چی بشه، نشینن، ما کار خودمون رو بکنیم. دو تا تظاهرات دیگه، دو تا شلوغی دیگه که الان شروع هم شده، دو تا دیگه توی دفتر امام جمهور وایسن، توی امام جمهور، رو به دشمن، پشت به دشمن، رو به کشور، میهن، همه چی حله. اینا دیگه بریدن، اینا خسته شدن، توان ندارن. بدنه سپاه 90 خورده اصلا ریزش کرده، هر روز که میگذره بدتر، بخواست دوغای خامنه‌ای در ایام ای که واقعا اصلا شر میشون که خود محافظاش که یه دشت چند تاشون بچه هاشون مدرده میگو شر میبا میشه، خجالت بیشتر میده پایین.
تو خونه سرش میاد پایین، همشون روحانی اون حالا آمده ما هم چیز کرده که باشه ما بگیم بهترین کار ما کرد، دیگه این حرفا فایده نداره، دیگه مردم هم بالا هم پایین تو دیدن. پس جامعه جهانی به جای خودش ما حمایت میکنیم، استقبال میکنیم، حمایت هم استقبال میکنیم، اما خودمونم بیکار نمیشینیم که اونها کاری واسه ما بکنن، چون اونها شرط ما رو ندارن، اونها سختی ما رو ندارن، اونها این فشارا رو ندارن، این دزدیای کشورشون نیست، از چه میدوزن میبرن، هر چه بیشتر بمونه باز به نفع اونهاست، هر چه دیگه چیزی هم نمونده. پس بیایم این صحبت بولدرچین برزگر رو تو همه ایام تعطیل به خود تعریف و یک بار یادآوری کنیم، همیپاتی باشه، یک یادآوری تمام اینها بشه، قشر دانشجو، قشر محصل، قشر معلم، فرهنگی، کارگر، کشاورز، کارمند دولت، همه دست به دست هم دیگه بدیم، یه تکون دیگه بیشتر نداره، یه تکون دیگه بیشتر نمیخواد. آقا جان بوتون تشریف آوردن، ایشون یه آدم خیلی ضد حکومت هستن، نه که ضد ایران بگیم، ضد حکومت هستن، اما خب با مجاهدین هم میپرن، البته گفتم بارها گفتم اینا مجاهدین رو به عنوان یه آلترناتیو دستشون میگیرند، به عنوان یه ابزار استفاده میکنند، چون نه نیرو دارن نه توان دارن، فقط قدرت مانور و اجرایی و نمیدونم چی از این شوها اجرا میکنن دارن، اینا رو به قول معروف چیز نکنید، ایشون با اونها در ارتباط، اما ضد حکومت ایران است، اما ایشون اعتقاد داره به همون انتخابات آزاد شاه رضا پهلوی گفتن و آخر حرفش این بوده که باید حتما آقای ترامپ جلسه با رضا پهلوی بذاره، با رضا پهلوی بذاره، همین چیزی که شاهزاده منتظرش هست که اونها دعوت کنند، نره خودش جلو بندازه. خیلی عالی، این ملاقات اتفاق بیفته خیلی مسئله حله، یعنی شاهزاده رضا پهلوی یاد داره اینو، به ما هم یاد میده، جنس زمانی بفروش که میخرند، جنس زمانی بخر که میفروشند، خوب بلده اینو، صبرش هم زیاده، طاقتش هم زیاده. درود بر تو که به ما درس میدی، ما خیلی همون ادعامون میشده میشه ولی درس میگیریم، درس گرفتیم، درس میگیریم. صبر شما قابل تحسین و قابل احترامه. خب ایام عید هست، یک کلیپ ازی خواهم گذاشت، حالا یا فردا پس فردا یه مقدار به خاطراتم صحبت کنم، میگه نه فردا عروس رفته جو خواستگاری، بعد مرتب شخص اینجوری میچرخون تفره میزد، های پدر داماد، پدر مادر داماد سوالی کردن، بعد پدر عروس ناراحت شد گوی داماد شما غیر از این کجوری چی دیگه بلد نیست، داماد گفت چرا آقا اینجوری شم بلدم، بلکس شم بلدم. یه خورده از خاطرات تعریف خواهم کرد، خاطرات تلخ و شیرین که بیشتر فکر شیرین باشه، طنز باشه، چون من اگه خاطرات دوران تدریسم و اینا تعریف کنم، سفرامو تعریف کنم، چندین جلد کتاب میشه، اما خب بیشترش رو صحبت کردم، کلیس صحبتش رو گذاشتم برای روزی مبادا، یه سری خاطرات و مسائل و همش هم تا جایی که ممکن هست قطعا توش یه چیزایی هست که به درد بخوره. میگه یه نفر رفت بگو و من 100 تومن قرض بده، گفت ندارم، و 50 تومن گفت ندارم، و 20 تومن گفت ندارم، گفت حداقل اون ساعت چنده که من به قول معروف دستخوی نرفته باشم. بعد یه نفر دیگه سر چهار واسیده بود قرار داشت، بعد دید پشت این مغازه سر چهار ساعت خیلی بزرگی رو گذاشتن پشت ویترین، رفت تو با آقا سلام، گفت سلام، گفت ببخشید این ساعت چه اینجا گذاشتی؟ گفت والا اینجا سر چهار قرار مداراست، همه قرار دارن اینجا نگاه می‌کنن، سر فکر کنم ساعتشون عقب افتاده، جو افتاده، میان از من پرسن که ساعت چنده، اینو گذاشتن که ببینن ساعت، والا مشکل نداری؟ گفت چرا، حالا باز میپرسن این ساعت چرا اینجا گذاشتی؟ خدمت شما عرضم، بعد چند تا خاطره تعریف خواهم کرد در کلیپ بعدی و همه تو دعوت میکنم به اتحاد، همزبونی، همدلی، پاک کنیم درونمونو. یه گفت چی شد که زولا شدی؟ گفت گذشتم. خیلی مسئله مهمیه. خب بهار اومده، بهار دلها اومده، روشنایی اومده، تمام ملت بدون استثنا، خودی و غیر خودی و همه دنیا همه فهمیدن که حکومت رفته نیست، یه خودی رسود داره، ما سخصوص نداره، و بیایم اگر کسی برگشت به طرف مناسونه که اشتباه کردن، هر چی بوده گذشته، با گوش باز بپذیریمشون،
جنایتکارا نخواهند اومد، خلافکارا نخواهند اومد، دوزا نخواهند اومد، چون اونا از سایه خودشون رو میترسن. دوستان بهتون بگم ها، بچه اطلاعات هم میدونم از چی میگم، بچه سپاه میدونم از چی، حتی بسیجه تفتی رو میدونم از چی میگم. توی 38-9 سال 40 سال هر کدوم از اینها شب و روز نداشتن، چون اینها میدیدن چجور رفقاشون اینا برن سر لاخونه. یعنی بیشترین ترس و لرز و بدبختی و فلاکت مال مامور اطلاعاتی، کاد غیر کاد، مخبرها فرق نمی کنه. دوستان اینا یک بلایی سر مخبرها آوردن تو خودشون، حالا بعدا می فهمند. تمام اینها رو آلوده کردن مسئله جنسی توی خود اینها، رابطه با زن شوهردار. شاید به جرئت بهتون بگم لااقل 150-200 داشته واسه من تعریف کردن که زن این مخبر با زن اون مخبر، شوهر اون مخبر، بچه های الاخر، و تو سردارشون خیلی از اتفاق افتاده. یه بازی تو خودشون دادن اینا رو که همه اینا رو آبستن خودشون بکنن، ضعف داشته باشن که بتونن سواری ازشون بگیرن. اما یه چیزی هم هست به نام وجدان، یه چیزی هم هست به نام اون خلاصه چیزی درون انسان، سیرت انسان، عذاب میده انسان. اینا اینقدر پلید و کثیف بودن و هستند، خیلی هاشون خودکشی کردن، خیلی هاشون فرار کردن. میگم شما چرا فرار کردید؟ میگه باور کن بچه شده 4 ساله، عالم عالم میفهمه که بچه مال منه و اون پدر اون فلان، همه همینجور. خیلی ها را آلوده کردن، عمدن این کار را کردن که اتفاقات بیفته، که اینا آلوده بشن و آبستن حکومت، و حکومت هر چی گفت بگم باشه، از ضعف بالاتر، چون اگه دستور بشه اعدامش میکنن. رابطه با زن شوهردار، بچه حرومزاده، البته بچه مقصر نیستیم، وسط حرومزاده کسی هستن این شوهر اجرا میکنند. خب میگن که ایام عید بود و بعد رفته یه جا مهمون رفته نشسته بودن، بعد این صاف کنه دید که این بچه اینو 10-11 بجاش بلند نمیشه، میشه تو مبتکو نمیخوره. بعد درداش گفت که پسر جان بی 10 تایی واسه خور بستنی بخر. گفت نه نمورم. گفت چرا؟ گفت بابام 20 تومن داده گفت روی مب بشین، مب اون پاره شما نبینه. حالا در کلیپ بعدی از سیاسی خاطرات هم خواهم گفت، ما اینجوریش هم خلاصه بلدیم یک مقدار میگیم. ایام بکنم روزگارتون خوش، چه خوشی های خوبی در راه. قربونت برم.